أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالاً لبداً أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العلي العظيم. بكونفرانس دروزية علمية حق تجارت زنان از دیدگاه اسلام خوش آمدید. امیدوار هستم که در این پروگرام ما بتوانیم همان گونه که شایسته هست یا همان گونه که امید می رود مفاهیم اصلی، شرایط، اصول، رهنمودها و میکانیزم هایی که در دین مبین اسلام مستندات دینی، نصوص، آیات، احادیث، روایات، قوانین افغانستان، قوانین نافذه، قوانین وضعی بشری، عرفها و فرهنگ هایی که ما و شما در مطابق به موضوع کنفرانس حق تجارت زنان داریم با همدیگر شریک بسازیم و انشاءالله نتیجه علمی خوبی را به دست بیاوریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علمای کرام، بزرگان معزز، خواهران و حاضرین نهایت و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم اول ما تشکر میکنم از مؤسسه محترم همکاری برای صلح و همبستگی که اینا زمینه و فرصت مناسب را مساعد ساختن تا در پیرامون یکی از مسائل عمده و اساسی روز که او عبارت از نقش زنان در تجارت از دیدگاه اسلام است، ولی این حرکتی که امروز صورت گرفته، هرچند خواهرای ما یک تعداد شاید به شکل کلی، یک تعداد به شکل نسبی از حق و حقوقی که اینا در اجتماع دارن آگاهی داشته باشند، ولی چون این موارد و محافل و برنامه های توضیحی که به خاطر توضیح و تشریح نقش زنان در تمام فعالیت ها من جمله در عرصه تجارت برگزار میشه و توضیح و روشن میشه، این یک مقدار یک گام مثبت است به جلو و گام مثبت است به خاطر آگاهی دهی بیشتر در مورد حقوق و وجایب خواهران و مادران ما در اجتماع. یک بار دیگر
از مؤسسه محترم همکاری برای صلح و همبستگی که زمینه ایتو یک برنامه خوبی را که یکی از نیازها است فراهم ساختن تشکر میکنم و برشان موفقیت آرزو میکنم. تشکر. با اجازه خواهران، برادران و علمای دین، که تجارت میتواند به سر خوبی برای کاریابی اتباع یک کشور باشد. کشوری که تجارت رونق بیشتر داشته باشد طبیعی است که اتباع همان کشور بهتر زندگی میکنند و بهتر و خوبتر میتوانند امرار معاش نمایند. یک از عوامل مهم که ما را وا می‌دارد به موضوع تجارت، کمرنگ بودن حضور زنان در این سکتور می باشد که بدبختانه زنان در جوامع اسلامی از این حق محروم بودند. جا دارد از زنانی که علاقمند بیشتر تجارت باشند حمایت همه جانبه صورت گیرد، طوری که در نخستین ظهور اسلام نخستین زن تجارت پیشه خانم بهترین عالم سرور کائنات بودند که نه تنها مانع ادامه تجارت شد بلکه از این تجارت حمایت و پشتیبانی و در دفاع از حقوق زنان نموده است. و همچنان چالش هایی که در سر راه خانم ها در سطح ولایت ما قرار دارد، فرهنگ نادرست که در بین مردم ما رایج است که زنان اکثرا وامی دارد به امور منزل ساخته شده و کار زنان در بیرون از محیط و ماحول خانه به خصوص در معاملات داد و ستد ننگار می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضار گرامی، الله جلت عظمته ما و شما را از جمله اشرف المخلوقات پیدا کردگی هست. باید ما و شما مسلمانان همان اوامر احکاماتی که از طرف الله جلت عظمته به سر ما و شما متوجه می شود به مطابق همان اوامر و احکامات خداوندی تبارک و تعالی تمام کار خود را عیار بسازیم. تجارت و کسب چیزها مردان که این کارها را می کند، پس برای زنان هم شریعت اجازه می دهد به شرطی که این زنان مسلمانان همشیرهای ما و شما حجاب اسلامی را مراعت بکند. پس وقتی که حجاب اسلامی مراعت شد، پس ما می توانیم که تجارت هست و دیگر معاملاتی هستند، معاملاتی که مشروع باشد در نزد الله جلت عظمته و در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و در نزد عامه مسلمانان. پس در او صورت ما می توانیم که این معاملات خود را، این کاروبار خود را و این زندگی خود را به یک زندگی آرام و مرفه پیش ببریم. پس ما از همشیرگان و خواهران و از مادران هم می خواهیم که تجارت میکند یا کارهای دیگری که آنها انجام میدهد کارهای مشروع هست، مطابق شریعت اسلام هستند، با حجاب اسلامی، مطابق شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه و سلم بوده باشد. پس ما هم طرفدار هستیم که اینها اقتصاد خود را پیش ببرند، زندگی خود را پیش ببرند. هیچ کس به همراه اینها مخالفت ندارد. از مؤسسه بسیار خوبی که پروگرام امروزی را اینا تدویر کردن، پروگرامی که واقعا در افغانستان نیاز است تا مردم و خصوصا ملت مسلمان افغانستان این قضیه را خوبتر از زبان خود علمای بزرگ نماینده های اسلام آگاه شوند که جواز هم برای خانما هست برای فعالیت. من که دوستی نکتر بسیار مختصر صحبت میکنم، علمای بزرگوار هستن، انشاءالله بیشتر صحبت ها را از دید متخنیکی شرعی انشاءالله اینا صحبت خواهند کرد. زمانی که اسلام ظهور کرد، قوانینی که در زمان جاهلیت وجود داشت روی اینا غور صورت گرفت. یک تعداد از اینا کاملا رد شد دید شریعت، تعداد اینا اصلاح گردید و یک تعداد اینا هم قبول شد، که از او جمله یکش فعالیت همین خانم ها هست، تجارت خانم ها هست. این در اسلام قبول شد، قبل از اسلام همین وجود داشتن. پس بنابراین مسئله مکلفیت علمای بسیار بزرگوار ما هستن که ممکن در این سالهای گذشته بنابر مشکلات امنیتی و هر چیزی که ما از او یاد میکنیم این زمینه به شکل درستش فراهم نشده که از طریق میدیایی که امروز به شکل وافر در دسترس ما هست برای مردم میره وضاحت بتن. انشاءالله که من بعد و قبل از این که صحبت شده این مسئله را واضح تر بگردانن. اسلام
در تمام بخش‌ها اسد قهرمانایی داشته یا به قول دیگر الگوهایی از خود بجا مانده اسلام که خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم الگو هستند. خانم‌های مانند خانم فرعون، بیبی مریم، اینا از جمله خانم‌های پرهیزگار هستند و در تجارت سرتاسر بیبی خدیجه الگویی برای خانم‌ها هست. پس زمانی که خانم‌های محترم یک چنین الگویی که تاییدیه قرآن و حدیث هست دارن، این عقل خودشان باید باشه، خودشان این را با تقاضا بکنن که اینی تجارت بنابر اینی منبع حق من است. و علمای محترم هم با نظرداشت قوانینی که شریعت و قانون نافذی کشور به او درد شده است میتونن وضاحت بتن تا خانمای محترم هم در کنار آقایان در این بخش ها سهم بگیرن و منفعتشان به اجتماع برسن. براه بادیه رفتن بی از نشستن باطل، براه بادیه رفتن بی از نشستن باطل، و اگر مراد نیابم و قدر وس بکوشم. امی که زنان یک اقدام میکنن در یک راهی اینا پلان میگیرن، ولو که به درجه عالی موفق شون یا نشون، خود از او یک موفقیت است. باید با جرأت کامل، با صبر و عسلمندی از بارگاه عزت متعال کمک و همکاری نموده در یک کاری، در یک شغلی اقدام نمایند. بنابراین ما از این برنامه ریزیشان، از این پروگرامی که اینا روی دست گرفتن در قسمت تجارت زنان از دیدگاه دین مقدس اسلام به نهایت سپاسگزاری میکنم و جای باز هم شکر است که در فضای صلح و امنیت، چون که زمینه مساعد گردیده، خواهرای ما تا که میتونن کوشش کنن مسئولیت خود بشناسن. میگن کار دست جمعی است، مسئولیت فردی است. هر کس میتونه که مطابق توان و قدرتی که داره باید در جامعه سهم بگیرن و برای فرزندایشان، خانوادهشان باعث افتخار و باعث یک کمک باشند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم جميعا وأنا والله مسرور أن أكون معكم في أول يوم من الشهر رمضان المبارك حتى نتكلم ونناقش في أحد الأمور المهمة التي تتعلق بتقريبا نصف عدد الأمة الإسلامية. منذ أمس قد سمعنا من العلماء البلد كل واحد دور بعد دور كان يتكلمون عن حقوق المرأة وخاصة عن حقوقها في التجارة. وقبل كل شيء نحن نحاول أن نقارن بين المرأة في الإسلام والمرأة في خارج الإسلام وقبل الإسلام في الجاهلية، لأن لو نعرف ونفهم الفرق بين الإسلام وكل شيء خارج الإسلام سوف نجد، وطبعا سنجد أن في الإسلام كل شيء للرجال وللنساء، وما نحتاج أن نمشي خارج الإسلام لكي نتعلم منهم أو نأخذ منهم أي شيء. في وقت نزول الإسلام كان العرب يدفنون بناتهم أثناء الولادة، إذن ما كان يعطي للمرأة حق الحياة، وجاء الإسلام ليعالج هذه القضية. قبل أي حق أعطى للمرأة حق الحياة، حق أن تعيش المرأة على الأرض. وبعد هذا الآية كثيرة في حقوق النساء وعندها حقوق مختلفة
مثل المساواة في الإنسانية، إنما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن هنا أعطى أن الرجال والمرأة معا خلق ومنهم جاء النسل الإنساني كاملا. إذن من هنا نجد المساواة في الإنسانية، هذا هو الحق الثاني بعد حق الحياة. وجدنا أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة مساواة مع الرجال في الإنسانية، هي إنسان كما يكون الرجال إنسان، هي ليس شيء تباع، ليس شيء تملك، بل هي أيضا جزء من الإنسانية، ونخرج من هنا كل واحد يعني فائزين في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل الذي أتاح لنا هذه الفرصة لنجتمع في هذه البلدة الطيبة العزيز أهلها لنتكلم عن قضية مهمة، ألا وهي حقوق المرأة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم الإسلام دينا. فصلب موضوع هذا المؤتمر هو حق المرأة للتجارة. إن الإسلام أعطى للمرأة حقها في التجارة، وخير مثال على هذه الحقيقة هو سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فهي كانت تاجرة، وبعد إسلامها قد ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم وأيدته كثيرا بمالها. إذن كان للسيدة خديجة رضي الله عنها دور كبير في نشر هذا الدين بمالها. التجارة نوعان: تجارة حسية وتجارة معنوية، وما ذكرناه في مثال خديجة يعني سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فهي تجارة حسية، بحيث هناك الشراء والبيع. أما التجارة الثانية فتجارة معنوية، مثلا أن تكون المرأة معلمة أو أن تكون طبيبة أو أن تكون محامية مثلا أو أن تكون مستشارة وما إلى ذلك، حيث تقوم المرأة وتقدم خدماتها بمقابل الرواتب. فالإسلام أباها كلا النوعين من التجارة. يا مستمعي الكرام، لقد ذكرنا فيما سبق أن للمرأة حقوقها التامة في الإسلام، فهي حرة لأن تقوم بالعمل التجاري. ولكن السؤال الآن، وأنا أوجه هذا السؤال إليكم يا جماعة للتفكير فقط، هل هذه الحرية هي حرية مطلقة من كل قيود؟ هل يمكن للمرأة أن تقوم بأي عمل؟ هل يمكن لها أن تتصرف كما تشاء؟ أريد أن أشير إلى هذا أيضا، فأجاز الإسلام المرأة أن تعمل، ولكن لابد أن تكون في حاجة ماسة إلى هذا العمل، هي في حاجة ماسة إلى هذا العمل، وإلا فلا تعمل، وأن يكون العمل عملا حلالا وليس حراما، وعليها أن تتأكد أن العمل وكل ما يتعلق بالعمل في إطار الشريعة الإسلامية حتى لا تقع هذه المرأة في معصية الله. أشكركم لحسن متابعتكم وحسن استماعكم، وأني لقد أني جئت إلى أفغانستان منذ 3 أيام تقريبا، وأنا سررت جدا بحسن استقبالكم إلي، وأنتم ما شاء الله أناس طيبون جدا، بارك الله فيكم ويحمي هذه البلدة الطيبة من كل شر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.